اما با انصراف جو بایدن از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، نام کامولا هریس معاون او به عنوان نامزد احتمالی حزب دموکرات مطرح شده. بایدن و شمار زیادی از سیاستمدارا و حامیان حزب دموکرات از نامزدی هریس برای این حزب حمایت کردند. کامولا هریس در صورت پیروزی در انتخابات امسال نخستین رئیس جمهور زن ایالات متحده خواهد شد، اگرچه او هنوز نامزد نهایی حزب دموکرات نیست. اما ببینیم درباره کامولا هریس که در حال حاضر بیشترین شانس را برای انتخاب به عنوان نامزد نهایی دموکرات‌ها داره چی میدونیم. هریس مهر 1343 در اوکلند کالیفرنیا از مادری هندی و پدری جامائیکایی متولد شد. در کودکی پدر و مادرش از هم جدا شدند و سرپرستی او و خواهرش به مادرش سپرده شد. مادر کامولا که پژوهشگر سرطان بود، در زمینه حقوق هندی تباران آمریکا هم فعالیت می‌کرد و تأثیر زیادی بر تربیت او داشته. هریس که در رشته علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه هوارد تحصیل کرده و از دانشگاه کالیفرنیا دکترای حقوق گرفته، در فاصله سالهای 2017 تا 2021 سناتور ایالت کالیفرنیا بود. او دو دوره هم دادستان کل ایالت کالیفرنیا و دو دوره هم دادستان شهر سان فرانسیسکو بود. هریس 5 سال پیش کارزاری رو برای نامزدی در رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات برای انتخابات سال 2020 آغاز کرد، اما بعد از چند ماه و پیش از برگزاری انتخابات مقدماتی کارزارش رو تعطیل کرد. او بعد از بایدن حمایت کرد و معاون رئیس جمهور شد. هریس در بسیاری از زمینه‌ها در تاریخ ایالات متحده پیشگام به شمار میاد. او اولین زنیه که به عنوان معاون رئیس جمهور آمریکا منصوب شده و نخستین فرد سیاه‌پوست و آسیایی تباره که به این سمت دست پیدا کرده. او همچنین اولین سناتور ایالت کالیفرنیا است که تبارش به جنوب آسیا برمیگرده و دومین زن سیاه‌پوست در سنا هم هست. هریس پیشتر نخستین زن و نخستین فرد سیاه‌پوست آسیایی تباری بود که به عنوان دادستان کل کالیفرنیا فعالیت کرده. بعضی از دیدگاه‌ها و مواضع سیاسی هریس رو اینجا میتونید ببینید. او در دوران معاونت بایدن و بعد از وقوع چندین تیراندازی جمعی در آمریکا از ممنوعیت سلاح‌های نیمه خودکار حمایت کرد. هریس از مدافعان دسترسی همه زنان به حق پایان دادن به بارداری به صورت خودخواسته است یا همون سقط جنین و اقدام دیوان عالی آمریکا در لغو قانون آزادی زنان در زمینه سقط جنین رو محکوم کرده. او حامی کمک‌های مالی آمریکا به اوکراین و از حقوق جامعه ال جی بی تی کیو پلاس هم حمایت می‌کنه. بعد از حمایت بایدن از هریس، شمار زیادی از سیاستمداران و حامیان حزب دموکرات هم ازش حمایت کردند. از بیل و هیلاری کلینتون، رئیس جمهور و وزیر خارجه سابق آمریکا گرفته تا گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا و الیزابت وارن، سناتور ایالت ماساچوست. البته بعضی از مهمترین چهره‌های دموکرات هنوز ازش حمایت نکردند که از مهمترینشون میشه به باراک اوباما، نانسی پلوسی و رهبران دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان اشاره کرد. البته این حمایت‌ها دلیلی بر تضمین رسمی بودن نامزدی هریس در حزب دموکرات نیست. او برای اینکه به طور رسمی نامزد این حزب بشه، باید در گرد همایی ملی حزب دموکرات که اواخر مرداد تا اوایل شهریور در شیکاگو برگزار میشه بتونه رأی اکثریت نمایندگان حزبی رو به دست بیاره. اما در این رابطه بیشتر گفته می‌کنیم با تحمیل ده بزرگی، حقوقدان و تحلیلگر مسائل سیاسی و امنیتی آمریکا که از واشنگتن با ما همراه میشه. خانم ده بزرگی، فارغ از این که از چه حزبی حمایت کنن افراد در آمریکا، به این نکته توجه می‌کنن که خانم هریس از چه خانواده‌ای در چه شرایطی به کجا رسید؟ از یک خانواده تماماً مهاجر و الان معاون رئیس جمهور نامزد احتمالی حزب دموکرات‌ها و میتونه رئیس جمهور ایالات متحده بشه. درود بر شما. درسته که خانم هریس از خیلی نظرها شاید اولین شخص محسوب بشن که به این مقام رسن، ولی اینم باید توجه داشته باشیم که خانم هریس از یک پیشینه بسیار ثروتمند میاند، برخلاف مثلا آقای جی دی ونس که یکی از برگ برندش اینه که از یک طبقه بسیار فرودست آمریکایی رسیده، از
یعنی به قول خودم از فرش تا عرش رفته، ولی خانم هریس درسته که از خانواده مهاجر اومده، ولی از دید خیلی هایشون هنوز جزء اون طبقه به قول خودشون الیت یا سطح بالای سیاسی و اجتماعی محسوب میشه. یعنی منظورم اینه که نهایتاً وقتی به اون نقطه میرسیم که خانم هریس میخواد از این به عنوان برگ برنده استفاده کنه، ممکنه اونقدری هم که فکرش رو میکنن به دردش نخوره، به خاطر اینکه خیلی از کسانی که در مثلا در طبقه مهاجر هستن اینا شاید به این دلایل نخوان بهشون رأی بدن. و اینم ما بهش توجه کنیم که خیلی وقت ها مثلا کسانی مثل خانم کاملا هریس، یکی از انتقاداتی که بهشون وارد بود این بودش که تنها دلیلی که ایشون به این مقام رسیدن به خاطر هویت شخصیشون به عنوان یک زن یا به عنوان یک زن مهاجر از یا از حالا آفریقای تبار یا هندی تبار بوده، نه صرفا به خاطر کفایت سیاسیشون. و به نظر من این چیزی هستش برخوردار بوده. اما چقدر فکر میکنین که مثلا ممکنه بتونه رأی زنان جوان رو، رأی سیاه‌پوستان رو با توجه به ویژگی‌هایی داره؟ بعید میدونم که سیاه‌پوستان آمریکا مثلا به خاطر طبقه‌ای که جی دی ونس ازش اومده بخوان سمت ترامپ برن. چقدر ولی میتونه اونها رو به نفع دموکرات‌ها اگر که نام نهایشون بشه پای صندوق بیاره؟ به نظر من بسیاری از این گروه ها به دلایل مختلفی ممکنه بهشون رأی بدن که ربطی به صرفا بک‌گراند ایشون نداره. مثلا قضیه سقط جنین یکی از مسائلی که خیلی به ضرر جمهوری خواهان پیش رفته در انتخابات اخیری که داشتیم، و به نظر میاد که دموکرات ها رأی زنان آمریکا مثلا جوانان رو خیلی جذب میکنن به خاطر پلتفرمشون بر روی سقط جنین. ولی ما دیدیم در مناظره گذشته آقای ترامپ از قضیه سقط جنین کاملا فاصله گرفتن و واردش نشدن. ممکنه که بستگی داره که چجوری خانم هریس بتونه این قضیه رو، حالا اگرشون کاندیدا بشه، بتونه کاربردی ازش استفاده کنه. ولی مسئله که الان خیلی به نظر من اهمیت داره در این انتخابات مسئله اقتصاد و کارنامه سیاه آقای بایدن هست. به هر حال خانم هریس هم جزو این ادمنستریشن بایدن هریس بوده، یعنی هر اتفاق بعدی که در زمان آقای بایدن افتاده در اصل پای ایشون هم نوشته میشه. و ما دیدیم که بسیاری از سیاه پوستان مثلا یا بسیاری از جوانان آمریکایی دلشون از آقای بایدن خیلی پر بوده به خاطر اینکه انتظارات خیلی بیشتری داشتن و از نظرشون ایشون عمل نکردن، و احتمال خیلی زیاد همه اینها به ضرر خانم کاملا هریس تموم میشه اگر ایشون وارد بشه شاید. و این هم یک دلیل دیگری هست که شاید بسیاری از دموکرات هایی که در سطح بالای این حزب کار میکنن با ایشون مخالفت بکنن، مثل خانم نانسی پلوسی یا چاک شومر، به خاطر اینکه ایشون اون کارنامه سیاه آقای بایدن رو به هر حال در انتخابات بعدی با خودش پیش خواهد برد. یه مسئله دیگه هم هستش که مسئله سنه. درسته که آقای بایدن سنش بالا بود و نمیتونست یه جمله رو کامل تموم کنه. ما داریم میبینیم که خانم کاملا هریس هم با وجود اینکه جوان هستن، ایشون هم خیلی مشکل دارن در سخنرانی، مدام کلیپ هاشون میاد بیرون که حرفای بسیار ناجوری میزنن که معلوم نیست اصلا چی هست، و همه اینها به ضرر ایشون هم تموم شده. ما دیدیم که در سال اول ریاست جمهوری آقای بایدن به خانم کاملا هریس اصلا تذکر دادن، گفتن شما نباید وارد عرصه عمومی بشی به اون اندازه. در نتیجه خانم کاملا هریس خودشون به اندازه کافی مشکلات زیادی با خودشون همراه خواهند داشت در این انتخابات، و به نظر من آقای ترامپ شانس خیلی بیشتری داره در مقابل خانم کاملا هریس به خاطر اینکه ایشون واقعا چهره محبوبی نه در بین جمهوری خواهان، نه در بین دموکرات ها، و نه در بین رای دهندگان خاکستری آمریکاست. سپاسگزارم از شما تامین دیه بزرگی بودم و سرگرم مسائل سیاسی آمریکا با ما بودم.